فصل 11. دونالد مارش، رئیس دانشکده لینکن، با مکسول به طرف خانه رفت. در طول راه با صدای آهسته‌ای به او گفت: مکسول، من به یک نتیجه مهمی رسیدم. من صلیب خود را پیدا کردم. هرچند صلیب بسیار سنگینی است، ولی من تا وقتی که آن را هم نکنم راحت نخواهم شد. مکسول خاموش ماند و رئیس دانشکده به سخنان خود ادامه داد و گفت: وضع شما امروز کاری را که من همیشه حس می کردم که باید انجام بدهم در نظر من روشن ساخت. عیسی اگر به جای من بود چه می کرد؟ من این سوال را بارها بعد از موقعی که عهد خود را نمودم از خود پرسیدم. من سعی کردم خود را قانع سازم که عیسی اگر به جای من بود فقط به طور ساده به کارهای خود ادامه می داد و در کلاس‌های اخلاق و فلسفه تدریس می کرد. ولی با وجود این حس می کنم که او کارهای دیگری نیز انجام می داد. این کار دیگر چیزی است که من میل ندارم انجام دهم. این کار برای من واقعا رنج‌آور است و من کاملا از آن بیزار هستم. شاید شما بتوانید حدس بزنید که منظور من چیست؟ مکسول گفت: بله، میدانم. صلیب من نیز همین است و انجام هر کاری برای من آسان‌تر از آن است. دونالد مارش متعجب شد، ولی بعد قیافه او روشن گردید و به طرز غمناک و توأم با اعتقاد بسیار گفت: مکسول، شما و من جزء طبقه‌ای هستیم که همیشه از وظایف مدنی خود غفلت کرده ایم و دنبال کارهایی که مورد علاقه ما بوده است رفته ایم و از انجام وظایفی که نسبت به اهالی شهر بر عهده داریم اعتراض کرده ایم. من اعتراف می کنم که شخصا از تقبل مسئولیت‌هایی که نسبت به همشهریان خود دارم شانه خالی کردم. من می دانم که زمامداران شهر ما فاسد و ناصالح هستند و تحت تأثیر عوامل مستی و عشرت طلبی و خودپرستی واقع گردیدند و علاقه‌ای به رفاه و بهبود وضع مردم ندارند. با وجود این، در سالهای متمادی من و تمام استادان دانشکده اینجا راضی بوده ایم که چنین اشخاصی شهر را اداره کنند و ما خودمان را کنار بکشیم و در دنیای محدود خود زندگی کنیم و به سرنوشت این مردم تیره روز کاری نداشته باشیم. آن زمان است که باید از خود بپرسیم عیسی چه خواهد کرد؟ من حتی از جواب دادن به این سوال اجتناب کردم، ولی دیگر نمیتوانم این کار را بکنم. وظیفه ساده من این است که شخصا در انتخابات آینده شرکت کنم و به واسطه به کار بردن نفوذ و قدرت خود سعی نمایم که اشخاصی صالح انتخاب شوند و به این وسیله اعمال تقلب و رشوه‌خواری و حق بازی را که در رایمون شیوع دارد به هم بزنم. البته رفتن در جلوی دهانه توپ آسان تر از این کار است. من از این کار ترس دارم، زیرا از برخورد با این اشخاص متنفرم. من حاضرم همه چیز خود را بدهم که معتقد شوم مسیح چنین کاری را نمی کرد. ولی هر روز بیشتر معتقد می شوم که اگر او به جای من بود عیناً این کار را می کرد. رنج من در همین جاست. اگر من شغل و زندگی خود را از دست می دادم، تا این حد برای من سخت نبود. این مسائل و مشکلات برای من نفرت انگیز است. من خیلی ترجیح می دهم که به درس فلسفه و اخلاق بپردازم و به این امور هیچ کاری نداشته باشم. ولی صدایی را در درون خود می شنوم که می گوید: دونالد مارش، به دنبال من بیا. وظیفه خود را نسبت به مردم شهر رایمون انجام بده تا حق خود را نسبت به موطن خود ادا کرده باشی. سعی کن به پاک شدن این شهر کمک نمایی، هرچند اشرافیت تو کمی لکه‌دار شود. آقای مکسول، صلیب من این است. من باید یا آن را بردارم و حمل کنم یا آن که خداوند را انکار کنم. مکسول تبسم غمگینی نمود و گفت: شما از طرف من هم صحبت کردید. چرا من باید فقط برای اینکه کشیش هستم در پناه احساسات و حالات بی‌قلقش خود زندگی کنم و وظایف مدنی خود را جز در موقع وضع فراموش نمایم؟
من با روش‌های زندگی سیاسی عادت ندارم. من هیچگاه در انتخاب اشخاص صالح شرکت نکردم. هزاران نفر کشیش دیگر نیز مثل من وجود دارند. ما اصولاً در کارهای شهری شرکت نمی‌کنیم و وظایفی را که ضمن وضع اندرز می‌دهیم عمل نمی‌نماییم. عیسی چه کار می‌کرد؟ من نیز مثل شما در موقعیتی واقع شدم که مجبورم به این سوال جواب دهم. وظیفه من روشن است. من باید فداکاری کنم. تمام اعضای کلیسای من مشغول فداکاری شدند. کلیه کارهایی که من تا به حال کرده ام در مقابل این تلاش و فداکاری بزرگی که باید برای تصفیه جامعه به عمل بیاورم هیچ است. من می توانستم به رکتانگل بروم و تا آخر عمر در آن منطقه فقیر نشین خدمت کنم. این کار برای من خیلی آسان تر است. ولی مبارزه با مفاسد این شهر که مورد استیلای بادگساران است را مثل شما نتوانستم فراموش کنم و از زیر بار این مسئولیت بزرگ شانه خالی کنم. در جواب این سوال که در این مورد عیسی چه خواهد کرد، من هیچ چاره ای ندارم جز آن که بگویم که عیسی می خواهد که من وظیفه مدنی خود را انجام دهم. همانطوری که شما گفتید، ما اشخاصی از قبیل کشیش و استاد و هنرمند به جبن سیاسی مبتلا شده ایم. ما همیشه از وظایف مقدس مدنی خود به علت غفلت یا خودخواهی اجتناب کرده ایم. مسلماً اگر مسیح در عصر ما بود چنین کاری نمی کرد. ما هیچ چاره ای نداریم جز آن که این صلیب را برداریم و به دنبال آن برویم. آن دو مرد مدتی در حال سکوت راه رفتند. عاقبت آقای مارش گفت: لازم نیست که ما به تنهایی برای این منظور کار کنیم. با وجود این همه اشخاصی که عهد کرده اند، مسلماً ما یاران بسیاری خواهیم داشت و از لحاظ تعداد نیرومند خواهیم بود. خوب است نیرویی از مسیحیان رایموند برای مبارزه با فساد و مشروبخواری ترتیب بدهیم. شک نیست که هواخواهان میخانه ها اشخاص کم جرأتی هستند و زود از میدان به در خواهند رفت. ما مبارزه ای را باید شروع کنیم که سازمان آن مبتنی بر فضیلت و تقوا باشد. عیسی اگر به جای ما بود در این راه عقل و حکمت بسیار به کار می برد و نقشه های وسیعی تهیه می کرد. حالا که ما باید این صلیب را حمل کنیم، خوب است با کمال دلاوری حمل کنیم. آنها درباره این موضوع مدتی دیگر سخن گفتند و روز بعد با یکدیگر در اتاق کار مکسول ملاقات کردند تا نقشه لازم را تهیه کنند. مقدمات انتخاب در روز جمعه مهیا می شد. شایعات مربوط به آن وقایع غیرمنتظره در محافل سیاسی شهر رسوخ کرده بود. در آن شهر چنین رسم بود که جلسه عمومی انجمن انتخابات در دادگاه تشکیل می شد. مردم شهر رایمون هرگز آن جلسه را فراموش نخواهند کرد. این جلسه هیچ شباهتی به سایر جلسات سیاسی رایمون نداشت. مقاماتی که میبایست انتخاب شوند عبارت بودند از شهردار، رؤسای شورای شهر، شهربانی، خزانه‌دار و منشی انجمن شهر. روزنامه اخبار از در روز شنبه شرح کاملی درباره طرز انتخابات درج نمود. و ادوارد نورمن در سرمقاله آن نوشت که مردم شهر رایمون احترام بسیاری برای این انتخابات قائل هستند. زیرا واضح است که صمیمانه و بدون غرض انجام خواهد شد. قسمتی از این مقاله که جز تاریخ اقدامات این کار محسوب می گردد در زیر درج شده است. می توان گفت که هیچ وقت در تاریخ شهر رایمون انجمن انتخابات به خوبی انجمنی که دیشب در محل دادگاه تشکیل شد وجود نداشته است. اولا این انجمن کاملا موجب شگفتی سیاستمدارانی بود که عادت داشتند امور شهر را طوری انجام دهند که گویی مالک شهر هستند و سایرین آلت دست آنها می باشند. تعجب بزرگی که به آنها دیشب رویاور شده بود، عبارت از این بود که عده زیادی از اشخاصی که هیچ وقت در کارهای شهر دخالت نمی کردند، در انجمن انتخابات شرکت نمودند و امور آن را به اختیار گرفتند.
و اشخاص صالحی را برای پست‌های حساس شهر نامزد کردند. این یک درس مهمی برای انجام وظیفه نسبت به شهر خودمان بود. رئیس دانشکده لینکن که تاکنون هیچ وقت داخل انجمن انتخابات شهر نمی‌شد و حتی قیافه او را سیاستمداران قلابی ما نمی‌شناختند، یکی از بهترین سخنرانی‌هایی را که تاکنون در رایموند شنیده شده ایراد کرد. چهره کسانی که سال‌های دراز مطابق میل خود در این شهر کار کرده اند، هنگامی که آقای مارش برای نطق برخاست، واقعاً دیدنی بود. بسیاری از آنها می پرسیدن، این کیست؟ بهت و حیرت آنها هر دقیقه بیشتر شد و معلوم گردید که آن عده همکاران قدیمی که بر این شهر استیلا داشتند در اقلیت واقع شدند. هاری مکزول، شبان کلیسای رایموند، میلتون رایت، الکساندر پاورز، پروفسور براون، ویلارد و پارک، استادان دانشکده لینکن و دکتر وست، جورج مین، شبان کلیسای مهاجرین و رئیس انجمن تثلیث مقدس و عده بسیاری از تجار و کسبه معروف که اغلب آنها عضو کلیسا می باشند حضور داشتند. پس از اندک مدتی معلوم شد که همه آنها برای منظوری واحد و مستقیم آمده بودند و آن انتخاب اشخاص صالح بود. اغلب آنها هیچگاه تا کنون در انجمن انتخابات حاضر نشده بودند. قیافه آنها برای سیاسیون کاملا ناشناس بود. ولی آنها به واسطه اتفاق و اتحادی که با یکدیگر داشتند، توانستند که نامزدهای کلیه مقامات شهر را تعیین کنند. به محض آنکه سیاسیون فهمیدند که انجمن انتخابات از دست آنها خارج شده است، از آن بیرون رفتند و برای خود عده دیگری را کاندید کردند. این روزنامه نظر عموم اهالی را به این مطلب جلب می نماید که کاندیداهای آنها شامل مشروب فروشان و مشروب خاران و کسانی هستند که مورد توافق صاحبان میخانه ها و دستگاه فاسدی که سالهایی بر این شهر حکومت کرده است بودند. و کاملا برعکس اشخاص پاکدامن و صالح و با کفایتی می باشند که از طرف انجمن انتخابات کاندید شدند. لازم به یادآوری نیست که اهالی شهر باید نوع حکومت و طرز اداره امور خود را در موقع انتخابات تعیین کنند. این نکته مهم را باید در مورد کاندیداها کاملا توجه نمود. شهر ما اکنون به مرحله بحرانی رسیده است. مسئله مهم این است که آیا ما باید استیلای حکومت مشروب و فساد را همچنان تحمل کنیم؟ یا چنان که آقای مارش در سخنرانی عالی خود گفت، مانند اشخاص شایسته اقدام بنماییم و نظام و ترتیب جدیدی برای شهر خود به وجود آوریم و شهر خود را از بدترین دشمنان جامعه پاک بنماییم و کاری را که هنگام دادن رأی در قدرت و اختیار ما است برای اصلاح شهر خود به عمل آورد. این روزنامه با کمال صراحت و بدون هیچ گونه احتیاط پشتیبانی خود را از این نهضت جدید اعلام می نماید. ما کلیه جدیت خود را برای از میان بردن میخانه ها و نفوذ سیاسی آن به عمل خواهیم آورد. ما برای کاندیداهایی که به وسیله اکثریت اهالی در انجمن انتخابات نامزد شده اند تبلیغ خواهیم کرد و از کلیه مسیحیان و اعضای کلیساها و هواخواهان حق و عدالت و پاکی در جامعه و خانواده دعوت می نماییم که در پشت آقای مارش و سایر وطنخواهانی که اصلاح مورد نیاز شهر ما را شروع نموده اند ایستادگی کنند. آقای مارش این مقاله را خواند و خدا را برای وجود ادوارد نورمن شوک کرد. در ضمن او متوجه بود که سایر روزنامه‌های شهر از طرف مقابل جانبداری خواهند کرد. او به اهمیت مبارزه‌ای که تازه شروع شده بود کاملا واقف بود و تردیدی نداشت که روزنامه اخبار از وقتی که مطابق اصول عیسی چه کار خواهد کرد اداره می شود، خوانندگان آن کمتر گردیده بودند. مسئله مورد بحث این بود که آیا اهالی رایموند از این روزنامه پشتیبانی خواهند کرد یا نه؟
آیا نورمن را قادر خواهند ساخت که چاپ یک روزنامه مسیحی را ادامه دهد یا آنکه اشتیاق به خواندن اخبار تازه جنایات و افتضاحات و اقراض سیاسی و کارهای بوکس بازی موجب خواهد شد که آنها روزنامه را به دور اندازند؟ این سوالی بود که ادوارد نورمن حتی در موقع نوشتن آن مقاله نیز از خود می پرسید. او می دانست اقدامی که شروع کرده است موجب ضررهای بسیاری خواهد بود. با این وجود موقعی که او قلم بر روی کاغذ می کشید از خود می پرسید عیسی چه خواهد کرد؟ این سوال اکنون شالوده ی کلیه ی زندگانی او شده بود و اهمیت آن در زندگی او بیش از هر چیز دیگری بود. ولی باید توجه داشته باشیم که شهر رایموند برای اولین بار در تاریخ خود استادان و معلمین و دکترها و کشیشهایی را دیده بود که به امور سیاسی می پردازند و با کمال جدیت با نیروهای شیطانی مسلط بر آن شهر مبارزه می کنند. این حقیقت به خودی خود موجب تعجب بود. آقای مارش نزد خود اذعان داشت که قبل از آن هیچ وقت تصور نکرده بود که فضیلت مدنی چه اثراتی دارد. از آن شب شنبه به بعد که او در انتخابات شرکت کرد، معنی تازه‌ای برای فضل و دانش در ذهن او پیدا شده بود که متضمن فداکاری و از خودگذشتگی بود. آن هفته در رکتانگل فعالیت‌های روحانی رونق بسیار گرفت و با هیچ گونه مخالفتی برخورد ننمود. راشل و ویرجینیا هر شب به آنجا می‌رفتند. ویرجینیا کم کم تصمیم قاطعی درباره یک قسمت عمده ثروت خود می‌گرفت. او با راشل درباره این موضوع صحبت کرد و با یکدیگر توافق پیدا نمودند که اگر مسیح این همه پول داشت حتما قسمتی از آن را به طوری که ویرجینیا در نظر داشت خرج می‌کرد. آنها همچنین فکر کردند کاری که مسیح در این مورد خواهد نمود متنوع و مطابق وضع اشخاص مختلف خواهد بود و یک مصرف واحد نخواهد داشت. فقط تنها قاعده و قانونی که باید برای مصرف آن در نظر گرفته شود، محبت و استفاده بدون خودخواهی است. در ضمن جلال روح القدس و اثرات معجزه آسای آن تمام ذهن آنها را فرا گرفته بود. هر شب معجزات بزرگی اتفاق می افتاد که کمتر از راه رفتن روی دریا و زنده کردن مرده نبود. زیرا چه معجزه‌ای بالاتر از احیای عواطف انسانی است؟ تغییر و تحول این اشخاص پلید به ایمان آورندگان و پیروان مسیح در نظر راشل و ویرجینیا مانند این بود که ایلازر از قبر بیرون آمده باشد و برای آنها هیجان و شگفتی عمیقی داشت. رولین در همه جلسات شرکت می‌کرد. هیچ تردیدی نبود که در او تحول عمیقی ایجاد شده بود. راشل هنوز با او صحبت زیادی نکرده بود. رولین اغلب اوقات ساکت بود، مثل اینکه فکر می‌کرد. مسلم بود که او همان رولین سابق نبود. او با گری بیش از دیگران صحبت می‌کرد. از راشل دوری نمی‌کرد. ولی گویی نمیخواست تصور شود که قصد دارد آشنایی خود را با او دوباره تجدید نماید. برای راشل هم مشکل بود که خوشحالی خود را از تحولی که در زندگی او پیدا شده است اظهار بنماید. رولین منتظر بود که خود را کاملا با زندگی جدید وفق بدهد. او رابطه خود را با راشل فراموش نکرده بود. ولی در صدد بود که موقعیت مناسبی برای تجدید آن به دست بیاورد. در اواخر هفته رکتانگل مشغول کشمکش با دو نیروی مخالف بود. روح القدس با تمام قدرت مافوق و طبیعه خود به ضد میخانه ها که مدت ها بود بر آنجا استیلا داشت مبارزه می کرد. اگر مردم رایموند به اهمیت این مبارزه پی می بردن، شاید نمی گذاشتن که نتیجه انتخابات منجر به مجاز ماندن میخانه ها شود. ولی این موضوع هنوز هم معلوم نبود. وقایع موهوشی که بسیاری از ایمان آورندگان در هر روز مشاهده می کردن، کم کم در نظر ویرجینیا و راشل هم ظاهر می گردید و هر شب که آنها به خانه مجلل خود می رفتن، دل پری داشتن. گری با اندوهی فراوان گفت بسیاری از این مردم بیچاره دوباره به وضع اولیه خود برخواهند گشت.
محیط در این موارد اثر بسیاری دارد. معلوم نیست این مردم بتوانند همیشه در مقابل دیدن و بویدن بساط مشروبخواری که در اطراف آنها وجود دارد استقامت کنند. ای خدا، تا کی باید مسیحیان با سکوت و رأی خود از بدترین نوع بردگی شیطان حمایت کنند؟ او این سوال را می کرد و امید نداشت که به زودی به آن جواب داده شود. پرتوی امیدی از جلسه انجمن انتخابات در شب شنبه ظاهر گردیده بود، ولی او جرأت نمی کرد که اثرات بعدی آن را پیش بینی کند. سازمان مشروب فروشان قوی و مرتب و حیله‌گر بود. وقایعی که در هفته گذشته در آن خیمه و در شهر روی داده بود، آنها را به خشم آورده بود. آیا قوای مسیحیان به طور واحد به ضد آنها اقدام خواهد کرد؟ یا آنها به واسطه منافع شخصی خود یا به واسطه اینکه عادت به همکاری کاملی مانند طرفداران مشروبات ندارند، اختلافی بین آنها ایجاد خواهد شد؟ باید منتظر بود و نتیجه را دید. در ضمن میخانه خود را حاضر به مبارزه می کرد و مانند افعی خطرناکی مهیای ریختن زهر خود می شد. عصر روز یک شنبه در حینی که ویرجینیا می خواست از خانه بیرون بیاید تا به دیدن راشل برود، کالسکه‌ای به طرف خانه آنها آمد و سه نفر از دوستان متعین او در آن بودند. ویرجینیا با آنها در جلوی درب صحبت پرداخت. آنها به ملاقات ویرجینیا نیامده بودند، بلکه می‌خواستند با او به بولوار بروند. یک دسته موزیک در پارک بود و هوا خیلی بهتر از آن بود که شخصی در خانه بماند. یکی از دختران پرسید: ویرجینیا، این چند وقت‌ها کجا بودی؟ ما شنیده ایم که تو داخل کار نمایش شده ای. بگو ببینم چه کار کرده ای؟ ویرجینیا سرخ شد، ولی بعد از اندکی تأمل به طور بی‌پروا راجع به چیزهایی که در رکتانگل دیده بود سخن گفت. دخترانی که در آن کالسکه بودند به سخنان او جلب شدند. یکی از آنها گفت: بیایید امروز از به جای رفتن به کنسرت با ویرجینیا به قسمت فقیرنشین شهر برویم. من هیچ وقت تا به حال به رکتانگل نرفتم. من شنیدم که آنجا خیلی خراب است و چیزهای عجیبی در آن دیده می شود. ویرجینیا ما را راهنمایی خواهد کرد و خیلی جالب خواهد بود. ویرجینیا کمی مکدر شد، زیرا فکر می کرد که آنها نباید به این حالت بدوند. ولی دختران دیگر هم به همان عقیده بودند و از ویرجینیا خواهش کردند که آنها را به آنجا ببرد. یک مرتبه او احساس کرد که در این کنجکاوی آنها فرصتی وجود دارد. آنها هیچ وقت گناه‌ها و بدبختی‌های رکتانگل را مشاهده نکرده بودند. چه مانعی دارد که آنها به دیدن آنجا بروند؟ هرچند محرک آنها در این کار فقط گذراندن ساعات عصر می باشد. او گفت: خیلی خوب، من حاضرم شما را به آنجا ببرم، به شرطی که حرف مرا گوش کنید تا من بتوانم چیزهای دیدنی را به شما نشان بدهم. او به کالسکه رفت و پهلوی دختری که جلوتر از همه این پیشنهاد را کرده بود نشست.